خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از بحران در لبنان و عراق خواهیم گفت تا مرگ ابوبکر بغدادی در سوریه و البته توقیف دوباره خانه پدری. سلام آقای بهنود. وضعیت لبنان و عراق همچنان اعتراضات ادامه داره. شیلی هم یک اعتراضاتی شروع شده. حالا بریم ببینیم در ایران چه خبر. آقای خامنه‌ای هم سخنرانی کردن در این مورد، گفتن که به قول معروف دست دشمن و نفوذ خارجی ها در کاره. سلام. بله دیگه، الان به نظر میرسه بیشتر اون چی که عراق و لبنان رو مسئلهشون مهم میکنه که برای دشمنانشون هم خبر خوبیه، اینه که راه حل نداره، چون معلوم نیستش که چه اتفاقی میفته. چون الان در مورد لبنان خب بعضیا صحبت از این میکنن که اصلا اون نظمی رو که گذاشته شده و همه این سالها لبنان روی این نظم موندش که یه تقسیم شغلا بر اساس مذاهب شد، میگن نه اصلا اون نمیخوایم. یعنی شروع یک داستان عجیب و غریبی. یا در مثلا در مورد عراق، خب این بحث که اصلا پیدا نیستش که تغییر دولت آرومشون خواهد کرد یا نه. این وسط خب حالا یه کارهای وسترنی هم آقای مقتدی صدر انجام داد، ولی هنوز معلوم نیست کدومه که از اینا به نتیجه میرسه و چه جایی جواب میگیره. بحثن اینه که خب سالهای ساله که مردم به خاطر این فساد که در لبنان و عراق هست ناراضی هستن و این الان زده بالا. بسیاری معتقدن که این اعتراضات مربوط به اینه، منتها خب آقای خامنه‌ای بحثشون اینه که اعتراضات داره از جای دیگه این نشأت میگیره و برنامه ریزی میشه. میخواییم بریم روزنامه ها رو ببینیم، ببینیم واکنش ها چی بوده. روزنامه صبح نو یک عکسی از تظاهرات لبنان منتشر کرده. تجمع کنندگان لبنانی با استقبال از سخنان سید حسن نصرالله میدانهای اعتراض در این کشور رو ترک کردن. واقعا ترک کردن؟ این خبر رو ما نداشتیم در حقیقت. او داشته که خب خبریه کرده، بقیه خبرگزاری خوردن این خبر از صبح نو، چون یه همچه اتفاق نیفتاد اصلا. اصولا اصولگره ها در این حدس و گمان زدن و بر اساس تصویر خودشون دنیا رو تحلیل کردن، مثلا دو ساعت بعد از اینکه یه خبری میشه، یه لایحه‌ای تصویب میشه یا نمیشه و اینا، یه مرتبه شما میخونید که یک بعضیا تحلیل‌های منتشر میکنن که معنیش اینه که خبر دارن از واکنش مردم آمریکا. مردم که خودشون خبر ندارن در اون وضعیت. یه ساعت هم هست از نصف شب از خوابیدن، ولی این حدس و گمان کردن و جای بقیه فکر کردن این معموله، یه چیز عادی شده است. باشم حسن، آقای نصرالله اگر که در واقع خواسته باشن که مردم برن، شاید شیعیان حاضر باشن که میدون رو ترک کنن و به حرفشون بشن. در این که اونون چون محبوب هستش و اینا درش تردیدی نیست، یعنی نشریات خارجی بی طرف هم روی این قضیه تأکید میکنن، ولی خب او هم نگفته، او هم کاری نکرد. اصولگرای ما یه موقع یه جایی میرن که نه سید حسین نصرالله میره، نه آقای سیستانی میره، بر اساس خیالات و علاقمندی خودشون جلو میرن. درصد میگم تیتر اینه که مرهمی بر التهاب لبنان. بعدی سازندگی هست که مرگ ابوبکر بغدادی رو دیده، عصر پسا خلیفه، و اینکه میگه که ضربه سنگینی بر پیکره گروه تروریستی داعش وارد کرد، اما آیا این پایان تروریسم است؟ خب ببینید، این خبرها به خصوص با این تیتری که سازندگی زده، یه سوالایی رو در آدم وجود میاره. اینکه داعش مرد که، یا داعش تمام شد، داعش شکست خورد که یه بار واشنگتن جشن گرفته، چند بار ایران جشن گرفته، بعد خود عراق اعلام جای مختلف کرده، تاثیراش هم دیدیم تو منطقه. یعنی به هر حال از یه جایی باید شروع میشد، شکست داعش از یه جایی شروع شد، بنابراین شادمانیاش هم کردیم. میمونه فرد، میمونه فردی که حالا این فردم که دیگه به دانشگاه آکسفورد نرفته بود که، بالاخره یه آدمی بود که از تو اینا جوشید اومد رفت بالا، ریشه انبوهی داشت، یازت هم بچه در این فاصله درست کرد. خب یه همچین آدمی پیدا کردن اگه شرایط مساعد باشه که کاری نداره که. بعدش هم الان حرفی که هست اینه که خب هزاران اسیر داعش در اردوگاه های عراق و سوریه هستن و تکلیف اینا معلوم نیست و اصلا خودمون اندیشه رو میخوان چیکار کنیم.
چیز دیگه ای رو که سازندگی دیده تلخی بی پایان، اشاره هست به خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که باز دوباره بعد از چند روز بله دیگه این فیلم دوباره رفتش و گاهی اوقات این خبرها اتفاق میفته، بعد این خبرها یه جوری منعکس میشه یا تحلیل میشه که بیشتر شبیه مدرسه موشا بود. شبیه مدرسه موشاست. آخه این چه صحبتیه که فیلم رو این جایشو گفته باشیم خشونت رو بردارین نباشین، بعد که رفته چند روزم رو اکران بوده ما فهمیدیم که این هست. خب این فیلم قبلا 8 سال 9 سال پیش اکران شده، دوباره توقیف شده، بعد خب یه بار تکلیف رو برای همیشه معلوم کنیم. بله به نظر میرسه که نه. خب بریم روزنامه بعدی، جهان صنعت. جهان صنعت هم استعفای سعدحریری رو آخر خط دیده، در حالی که باز اینم جلو افتادن از وضعیت، چون فعلا ایشون به عنوان سرپرست 10 بار دیگه هم او بیاد نخست وزیر بشه، اصلا وضعیت لبنان اینطور هستش. بله. و این همه جلو حرکت کردن برای این ساختن یه تیتر یا یه گزارشی به نظرم بیزار عجولانه است و بهتر نیفتیم، چون یک دو روز بعدش یه امین صحنه بعد از این میشه، یعنی دور بیرندش خواهش میکنم میشین سر کارش چیز اتفاقی هم نمیفته. بله. خب بریم روزنامه کیهان رو ببینیم. کیهان آخرین روز هست و طبیعتاً به طور طبیعی اینطوری بودش که کیهان باید که صحبت‌های خامنه‌ای رو مهمترین موضوع روز میدید و تیتر یک میکرد. خب این توقع و انتظار داشت میرفت، اما همزمان یک سرمقاله‌ای داره که آقای صرفی نوشته است و در اون سرمقاله یک صحبت‌های تازه میکنه، یعنی یه نتیجه‌گیری از گفته‌های آقای خامنه ای و طبق معمول این رو یه جوری تنظیم کردن که بشه دو سه تا لگد هم به دولت زد. خوبی نداره، حالا اون دولت هم علیه سلام نیست. البته خیلی هم راستش انگار که لگد به دولت نیست، نمیدونم به آب رسانه های زرد وطنی و کارشناسان پاچه ورمالیده و همه چیز چندین از این موشک های چند منظوره است. چند تا کار میکنه، یکی اینکه اونجا میگه که 3 سال پیش بود که جمعیتی کمتر از 500 نوجوان در یک قرار اینترنتی در یکی از پاساژهای تهران جمع شدن. ماجرا از طرف رسانه های فارسی زبان آن سوی آب و رسانه های زرد وطنی و کارشناسان چی و چی اینا اینا فوشه، اینها درباره اون نوشتن و تکرار کردن که ماجرا میتینگ کوروش مشهور شد. چرا؟ به خاطر اینکه اون وسط حالا یه شعاری هم داده بودن یا یه شعار دیگه هم دادن که نه اصلاح طلب میخوایم نه اصولگرا میخوایم. اینم باز توی مقاله دیگه خوندیم که میگن که اینم در اثر همون است. ولی جالب اینه که بعدش میگه که چند روز پیش بین 3 تا 40 میلیون زائر ایرانی، این رقم یه داستانی شده واقعا در روزنامه های تهران، این رقم زیر میلیون دربارش حرف زده میشه در دنیا. روزنامه ایران به طور معمول 2-2.5 میلیون رو یه جوری گفتن که بیا خیرشو ببینی برد و برو دیگه، مثلا این حوالی. خود کیهان هم با 2.5 میلیون اینا معنوس بود، ولی نباید گوله این معنوسی رو خورد، چون چیز میشه، حرکت میکنه، میره رشد میکنه. اینا کیهان وقتی که تو وسط این هیروویر نوشت 25 میلیون، البته مخصوصی نبود که از ایران 25 میلیون رفتن، 25 میلیون از جهان، و گفت که البته حج به پایش نمیرسه که این همه میتونه درست باشه، واقعا آدم فکر کنه که این اغراق‌ها و اینا برای چی هست اصلا، برای چه اتفاق میفته. حالا به حال میگه که اینا رفتن اونجا و این حرفا رو زدن، بعد روحانی مدعی دین و انقلاب در روزنامه‌اش می‌نویسن. توجه داشته باشین که این خطاب رو داره به نظر من به آقای مسیح مهاجری میکنه، یعنی مدیر روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه‌ای که به اسم جمهوری اسلامیه، صاحب امتیاز جمال خامنه‌ای بوده و آقای مهاجری هم از روز اول این نشریه اونجا بوده است، یعنی روز اول که میگم با یه فاصله کوتاهی، چون یه مدت کوتاهی میرحسین موسوی سردبیر بود اونجا، بعد که او رفتش آقای مهاجری، البته مهاجری بود در اون موقع هم چیز شد، هنوز هم هست، یعنی نزدیک 40 ساله که آقای مهاجری اونجاست و در تمام این مدت هم بالاخره علمدار نظام و جناح ولایت بوده. غیر از این هم عجیب بود روزنامه‌ای که به هر حال همینطوری بود. قبلا هم یادتونی که اون سوابقش هم این هستش که برای این روزنامه قرار بود که روزنامه حزب جمهوری اسلامی باشه که بعد اون حزب منحل شد.
به هر حال داره به ایشون ایراد میگیره، میگه که چرا او نوشته است که در این شرایط مثلا کسایی میرن و افکار جامعه رو حدس میزنن و توجه نمی کنن که اون چی که در زیر پوست جامعه وجود داره به این خوبی که میگه نیست. باشا میگه این جمعیتی که رفتن 5% آره میگه جامعه. حالا ایشون میگه خیلی ناراحت شده راجع به این 5%، میگه خب یعنی چی این چه این عصبانیت در حد جنون پیدا شده است. ولی یه چیزی رو که این مقاله در نظر نگرفته، این مقایسه‌ای که کرده، اول از همه که اون تعداد حالا 500 نفر 600 نفر هرچی 100 نفر یه حرکت خودجوش بوده از یه مش بچه مدرسه‌ای که رفتن، بچه مثلا هیچ حرکت سیاسی نبوده، یه حرکت بوده خواستن برن دور هم و در واقع گروش میگه اون که میگه که توی یه دونه از جمع شدن توی پاساژی و اونجا دور هم میخواستن جمع شدن و به قول معروف حالا یه خوش بگذرونن یا هر چیزی و قاعدتا یه مقداری هم ترس احتمالا از برخورد نیروی انتظامی و اینا داشتن تا مراسمی که از ماها قبل براش برنامه ریزی شده تمام نهادهای دولتی و حکومتی پشتش هستن و برای سرمایه گذاری میکنن. خب خیلی قیاسش به نظر من قیاس محل فارقیه. بریم برگزیده ها روزنامه شرق رو ببینیم. ببینید روزنامه شرق به نظرم برگزیده انتخاب کردم که اینو بگم، این دفعه اول نیست که این اتفاق میفته. روزنامه شرق یه مصاحبه کرده با آقای فاضل میبودی روحانی نه. که خب میشناسیمشون، اصلاح طلب هم هستی. به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم آیت الله خاتمی. بله به خاطر حاج قرولای خاتمی مصاحبه کرد. بعد به مناسبت اون مصاحبه یه عکسی رو برداشته اونجا که البته فرمتش عوض کرده شبیه نقاشیه که مرحوم آقای خاتمی رو نشون میده با پسرشون. اون بغلم نوشته با فرزندش. همه این گردش این لقمه به خاطر این است که کسی که ممنوع تصویر شده است رو عکسش بذاریم اونجا دیگه، عکس جوانیش بذاریم، شما خود بیننده متوجه بشود به یه شوخی نزدیکه، ولی به حال کاری است که جالبی کرده. باید در سالهای بعد ازش یاد کرد به عنوان تاثیر سانسور. بله تأثیر تصمیم‌های خلق‌وسائه غیر علمی. بله. برگزیده بعدی از روزنامه اعتماد هست. یه صفحه اعتماد اضافه کرده که پنجشنبه آخر هفته نیست اسمشه. نازنین متینیا که مسئول صفحه آخر اعتماد هست، یعنی صفحه پنجشنبه ها هست، این هم البته پنجشنبه هست، به این سفر هم راه انداخت. یه مطلبی هم نوشته به نام درس بزرگ خرمشاهی، اشاره میکنه به خانم متینیا، اشاره میکنه به افسردگی بعد از وقایع 88 و اینکه چقدر دوران سختی رو گذروندن و چقدر آسیب دیده بودن، نه تنها خودشون احتمالاً خیلی کسان دیگه، و میگه نمیدونم چقدر گذشت تا اوضاع آرام‌تر شد. بعد میگه که ما یاد گرفتیم که مدام از امید بگوییم و از خوشی ها، یاد گرفتیم مدام به یکدیگر دلداری بدهیم که درست میشود، یا توصیه کنیم که نیمه پر لیوان را ببین، اما هیچ وقت برای یکدیگر از چگونگی گذشت روزهای سخت نمیگوییم. و بعد اشاره میکنه به کاری که آقای خرمشاهی کردن، بهادین خرمشاهی که خود افشاگری کردن درباره بیماری اختلال دو قطبیشون و جایزه‌ای که انجمن علمی روانپزشکان به ایشون دادن، و میگه این کار کار بزرگیه و این در واقع به ما یاد میده که بدونیم که روایت تلخی نه ترس داره نه شرم، روایت از سختی‌های زندگی و چگونه گذشتن از آن شجاعتی است که همه ما باید اون رو یاد بگیریم و تمرین کنیم. اینجا این وسط قبل از که بریم جلوتر بگم که در این هفته کسی دیگه هم دیدم این شجاعت رو به خرج داده است، و اون این که ابراهیم نووی طنزنویس یک پستی گذاشت در توییتر و اعلام کرد که من بایپولار هستم و از آدم ها هم خواستش که نسخه این زیر ننویسند، ولی خب این موجب نشد که ننویسند، هر کسی زیر اون با این نوشت اونم هی گفت آقا من گفتم نسخه نه. این نسخه نوشتن کلا فکر میکنم یه جوری ریشه داره در خون و ذات ما. بله، خارج هم نمیشه کرد. جبر جغرافیایی. آره.
در این صفحه که داری میبینید واقعا چند تا ستون، بدون اقراق بگم چند تا ستون خوب دیگه هم دیدیم، از جمله این ستون آلبرت کوچویی. شما که به سن سالتون نمیرسه، ولی بگم که در عهد و روزگار ما آلبرت کوچویی یکی از فعالترین و یکی از اولین کسایی بودش که وارد گزارش دهی های فرهنگی شد و برنامه هفتگی ثابتی داشت در تلویزیون، بسیار پربینه بود. قبل از اونم برای مطبوعات کار میکرد و اینجا هم باز همون کاری رو کرده که اون موقع هم میکرد، یعنی کشف یه چهره‌ای که ما اسمی ازش نشنیده بودیم و باید میشنیدیم. بریم سراغ مجله ها، کرگدن رو ببینیم. کرگدن این دفعه همونطور که روی جلد دارید میبینید چند تا موضوع مختلف داره، موضوع محوری. یکی از اینا دیدم شما هم همین انتخاب کردین، این دهه چهل هستش. یه پرونده مفصلی در مورد رازهای دهه چهل داره که خوندنیه واقعا. اولش آقای میفتح نوشته که خطاست اگر فکر کنید ما به گذشته میریم و پرونده‌های قدیمی رو رو می‌کنیم تا بحث‌های تکراری رو از نو سر زبان بندازیم. ما به گذشته نمی‌ریم، بلکه گذشته در حال ما حی حاضر هست، که خب تعبیر خیلی درستی است. و به این ترتیب شروع میشه این بخشی که با عکس‌های خیلی خوبی هم از دهه چیز هست که گویا یه پرونده تایم بوده است، از اونجا گرفتن، خیلی خوش‌ذوقی کردن. اینجوری هم مقایسه کردن دهه چهل شمسی رو با دهه شصت میلادی. درست هم هستی که کم و بیش فیته با هم دیگه. وقتی صحبت میکنیم دهه شصت، دهه شصتی های اروپا، اوج جنبش های مدنی بود. همه اون احوالی که در دهه شصت در اروپا بود عیناً انعکاسش در من به عنوان شاهد، حالا عادلش رو نمیدونم، ولی به حال شاهد میتونم بگم که آره بود. یه مطلب محسن آزرم نوشته، ناگهان عباس نلبندیان درباره نویسنده که نیمه دوم دهه چهل ظهور کرد. آقای آزرم توی این مطلب یادداشت خیلی قشنگیه که اشاره میکنه یه بچه مدرسه‌ای بوده، میره یه روزی توی کتاب فروشی، توی این کتابای کهنه و قدیمی داشته میگشته، یه کتابی رو پیدا میکنه به نام پژوهش ژرف و سترگ و نو در سنگواره‌های دوره 25 زمینشناسی. بوی نمایشنامه‌ای بوده از آقای عباس نلبندیان، توضیح میده که کتاب رو برداشتم و شروع کردم خوندن و آفتاب داشت میرفت غروب میکرد و بعد اومدم بخرم، دیدم تمام پول تو جیبم رو باید بدم تا بتونم اینو بخرم، دو دل بودم بخرم نخرم. وقتی قد ورق زدم دوباره به دیالوگی از گیشاخ رسیدم، میگه که من احتیاج دارم، من سخت محتاجم، هنوز نفس من گرم است، من انگشتانم توان دارد، من سخت محتاجم، در آغاز سفر من یک جوانه شاد را میجویم. و میگه این انقدر برای من انقدر تکرارش کردم که هنوز یادمه. و آخرش میگه که نلبندیان در همه این سالها نویسنده محبوبم بوده و چه بد که سن و سالم هرچه بیشتر میشود بیشتر میترسم از اینکه دربارش بنویسم. میترسم آنچه مینویسم، آنچه خیال میکنم در شأن آدمی مثل او نباشد. و در واقع میگه که نویسنده‌ای که حضور مرگ در نوشته‌هاش از هر چیزی پررنگ‌تر بود. سیال بود به اصطلاح. بله. قبل از اینکه شما باز انتخاب بعدیتون رو بگین، خانم نیلوفر صادقی هم یک نوشته، ایران دهه چهل چی میخواند؟ از اون انتخاب من هم هست، شما پس بگید. من درباره اون نمیگم که چی نوشته، فقط قرمو میزنم. این بچه های جوانتر مثل خانم صادقی که دهه چهل رو ندیدن و در جلو از زبان محال آبود نقل میکنن، یک اشتباه اساسی هم توشون صورت میگیره و اون اینکه اون جریانی که واقعی درسته که در اون زمان شروع شد، سارت خوندن و شروع شد، موج عجیبی هم بوده شو اینا، اما یادتون باشه که وقتی همه این کتابا رو که ایشون فهرست کرده، خیلی هم خوب از این بود کار کرده، فهرست کردم این کتابا اینا رو، وقتی که تو کنش و تو تیراژشو میریم خبری نبود. یعنی در همون زمان خبر نیست. آره الان واقعا الان قضیه فرق میکنه. الان پوپر، کتاب پوپر نزدیک 30 چاپ شده، یعنی بعضیا به شوخی نوشتن که در اصل نوشته اصلی به زبان اصلیش هم شاید انقدر خونده یا چاپ نشده باشه. در اون زمان اینطوری نبود، یعنی تیراژای اندکی میگذشت و یه طبقه خاصی است، ولی اون طبقه خاص خیلی با علاقه میخوندن، این درسته، اما تیراژ اصلی توی استاقم کن بود، تیراژ اصلی آقای ارونقی بود، اونا بود. انتظار داشتم که وقتی ایران دهه چهل چی میخوان،
یه تصویری حالا به نسل بعدی ما ندیم که انگار که ما خیلی روشن فکر بودیم. آره، در ما خیلی آدم های روشن فکر بودیم و خیلی هم چیزایی بودیم، اینطوری نبوده شد. ولی این نوشته که در واقع همونطور که شما گفتین یک سری نویسنده رو معرفی میکنه، از سارت، از آلبرت کامو، از همینگوی، ادبیات آمریکا، ادبیات روس، داستایوفسکی، ماکسیم گورکی و لورکا، آندرژیت و همه اینا، یه چیزی رو یادآوری میکنه به ما که ما حداقل نسل بعدی مدیون اون مترجمایی هستیم که این نویسنده ها و این به قول معروف طرز فکرها یا این نوشته ها رو به ما معرفی کردن. خب البته این حرف کاملا حرف درستی است، به خاطر اینکه اونها همه که این کار میکردند و این ترجمه های درست رو میکردن که ایشون اسم برد، از داریوش، از آقای لطفی، از مترجمین معتبر شهر، اینها واقعا فداکاری میکردن، این کار میکردن. شما برین به پروندهش نگاه کنین، حق و تحریر زیادی، یعنی حق و تحریر اصلا در بیشتر موارد نمیگرفتن، یعنی علاقه شخصیشون بوده که میرفته، وگرنه بازار میرفت به سمت بازاری بودن. نوشت حرف من رو مطلب آقای لطفی، حسن لطفی، تو همین موضوع که درباره سینما بیشتر هستش ثابت میکنه. من قیصر مشتسن، خانه که سیاه بود، میگه در دهه 40 فقط بخت و اقبال فیلمسازان هنری و نورسیده که بلند نبوده. در این دهه وضعیت سینما عامه پسند هم شرایط مطلوبی داشت، مثل گنج قارون، بله، مثل سلطان قلب ها. و مقصدم این هستش که بله، یعنی برای حسرت خوردن خوب خوبه که آدم فکر کنه که ما همه یه سارت دستمون بودش و اینا، بعدم خونده بودیم و فهمیده بودیم و کامو اینا. نه، حتی آدمای بزرگی که معرفی میکردن بعدن معلوم شد که خیلی نمیشناختن اونها، یعنی اونها که الگو بودن ما دنبالشون میرفتیم، چه برسه که حالا خودمون فهمیده باشیم. خب بریم چشمانداز ایران رو ببینیم که مجله است که این دفعه خیلی مفصل چالش های پیش رو در مورد شورایاری ها و شورای شهر و اینا رو بله دیگه بوده. اون فصل مشخصی که شما اشاره میکنین که به اصطلاح موضوع محوری شما رو انتخاب کرده که از هر جهت هم پوشونده، آقای میثمی اصولا یک جایی باز کرده است در مطبوعات که به نظرم میرسه که قدرش رو بدونیم. یعنی به نظر میرسه که مثلا فرض کنید که آقای دکتر پیمان نقدی که در این شماره راجع به دکتر مهندس بازرگان نوشته، در ورطه یکی از کتاب مهندس بازرگان و در اونجا نقد کرده کتاب ایشون رو، به نظر میرسه تو این حال هوایی که ما داریم میبینیم شاید نشریه دیگه‌ای به این راحتی آماده نباشه که این مطلب مفصل رو چاپ بکنه. مطالب علمی بیشتر به شبیه مقالات دانشگاهی اینا هست و از این بابت شده نشریه پرمحتوای. یک، دو، اینکه آقای میثمی به دلیل شخصیت خودش با مسائل دهه چه چریکی آشناست، به همین جهت کسانی رو جلب میکنه که کرده و یک دوتا مقاله فوق العاده خوب بود، یکی راجع به رجوی، یکی به مناسبت کتاب آقای محمدی اردالی درباره اصولا فضای اون موقع، خاطرات خودشون، اصولا در اومدن این خاطرات چریکا، این که اونجا چجوری بودن، این یه بیانی است که در نشریه دیگه نمیخونیم. این نکته دیگه هم که هست اینه که خب مطالب اجتماعی زیادی داره، مثلا همین پرونده که در مورد شورایاری هست مطلبی بود از خانم زینب غنی که میگه نهادی مدنی یا استخوان لای زخم دموکراسی در شرایطی که میدانیم نهادهای قدرتمند و تصمیم‌گیر در هیچ کجای دنیا تمایلی به پذیرش مشارکت شهروندان و محدود ساختن اختیارات خود ندارند، باید پرسید اعطای قدرت تصمیم‌گیری به نهادی مانند شورایاری در جهت تقویت جامعه مدنیه و مشارکت شهروندان یا به سمت تبدیل شدن به نهادی با خصلت قدرتمندانه سوق میده. این سوال رو میپرسه و بعدش هم میگه که با توجه به درصد بسیار پایین مشارکت برای شهروندان تو فرایند انتخابات، احتمالاً گزینه دوم بسیار نزدیک تره. خب میخواین خیلی کوتاه رو شما بگی، حالا مثلا دستون هم انقدی کنیم بشه انقدر اینا، ولی به هر حال کودک سخنگو رو بگین. کودک سخنگو رو در مواقعی که شما هم تو برنامه به هر حال به دلیل همین کوتاهی که دارید میگید جا ندارین، من میخونم، من در هر شماریشو میخونم بدون توجه به اینکه معرفی میکنیم یا نمیکنیم، به حرف شما گوش نمیکنم، میخونم. شما چیزی انتخاب کردین؟ والا
یه چیز کوچولوی پیدا کردم از شعر و نقاشی از افرا آزاد 10 ساله. میگه موهای من به صافی دیوار همسایه است، موهای تو به صافی دیوار کدام دیوار است. و میگه که آسمان آینه است که تو خودت را در آن میبینی و آسمان هم خودش را در چشمان تو میبیند. واقعا بعضی وقتا نوشته بچه ها آدم رو انگار روح آدم رو نوازش میکنه. حالا ببین بسدی امیر حسین رشیدی خود، البته تمام مطالب همینطوره. یه امیر حسین رشیدی 14 سالشه نشته که اگه یه اتوبوس بودم، مثل یه اینجوری میمونه که موضوعش اینه، من یه اتوبوس مسافرکشی هستم، پدرم از صبح تا شب در میاد که مسافرها جابجا کنم، کمرم هم درد میکنه. از اینجا شروع کرده. خیلی خوبه، عالی. خب بریم کارتون آخر رو ببینیم، از احسان گنجی در مورد قاچاق دارو هست. در حقیقت تو این تصویر که اون علامت پرستار نشون میده که در یه مرکز درمانی جایی سبت خلاصه بشه، اون طرف ناچار میشه بره اون پایین از تو اون سوراخ موشه بگیره. اون داره نسخه رو اون بالا میده، ولی جوابش نه هستش که بخاطر تحریما و این گرفتاری ها هست. بله، ولی قاچاقش هست. ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایت هستیم. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید یا به آدرس didban@bbc.co.uk ایمیل بزنید. با شناسایی بی بی سی شما هم در تلگرام میتونید با ما در تماس باشید. ممنون که با ما بودید همینجا و به همراه آقای بهنود از شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده، شب روزتون خوش.